سلام علیکم خوانندگان عزیز، امروز ما همراه شما پاراگراف 12 نابرابری های خطی یک تقریبنده دار را می آموزیم که به درس 37 راست می آید. فاصله و پارچه عددی. برای فاصله و پارچه عددی را فهمیم، ما نقطه های کاردیناتشان به مینوس 4 و 3 برابر را در خطی راست کاردیناتی قید می نماییم. اگر نقطه X در بین نقطه قید شده جایگیر باشد، آنگاه با آن عددی از مینوس 4 کلون و از 3 خرد را موافق میآید میگذاریم. یا اینکه مینوس 4 خرد از x خرد از 3 را قانع نماید، آنگاه اینطور مینویسیم. مجموع همه عددهایی که شرط مینوس 4 خرد از x خرد از 3 را قناعت میکنند، فاصله عددی یا عموماً فاصله از مینوس 4 تا 3 نام دارد. رفت و عدد x شرط مینوس 4 خرد یا برابری x خرد یا برابری 3 را قناعت نماید، آنگاه y با نقطه تصویر کرده می شود که آن در بین نقطه های کاردینات هاشون مینوس 4 و 3 جایگیر است یا با یکی از آنها هم جای می شود. مجموع این گونه عدد ها پرچه عددی یا عموماً پرچه از مینوس 4 تا 3 نام داشته، با مینوس 4 در قوس کوادراتی تا 3 اشارت کرده می شود. تعریف یکم را دیده می برایم. در تعریف یکم چی نام است؟ قسم مجموعه A و B برش این مجموعه نام دارد. برش مجموعه A و B را با A برش را با سیمبل زرین اشاره می کند که این برش را افاده می کند می نامند. چطور دیدیم پارچه 2 و 4 برش مجموعه از 1 تا 4 و 2 و 6 است. همین طریق و با طور زیرین می نویسند. بیایید این تعریف یک را با مثالش در تخته سینف اجرا می کنیم. بگذار با ما پارچه از 1 تا 4 داده شده باشد، پارچه دیگر باشد از 2 تا 6 داده شده است. تلاف کرده می شود که برش این دو پارچه را یابیم. برای برش دو پارچه را یافتن، ما تیر عددی را تصویر میکنیم و نقطه ها رو یا یعنی که این عدد ها رو میگذاریم. در اینجا با ما عدد یک داده شده است. عدد یک رو چنین قید میکنیم که در اینجا برابر است. یعنی عموما پارچه از یک تا چهار رو چنین نوشته ممکن است. x کلون یا برابر یک و هم خرد یا برابر چهار نوشته ممکن است و عدد چهار رو قید مینماییم. پس با واسطه شتریخ ما اون رو چنین می نویسیم. پارچه از 2 تا 6 باشد چنین قید کرده می شود. 2 خرد یا برابر x خرد یا برابر 4 و اون رو چنین در فاصله قید می نماییم. 2 رو نشان می دهیم. در اینجا 2 در اینجا فرض می کنیم جای گرفته است پارچه و 6 در این پارچه جای گرفته است. پس ما مجموعه های 2 و 4 را تاثیر کرده برش آن را نشان می دهیم. چطور که از این رسم بر می آید، برش پارچه تغییر می یابد از عدد 2 تا عدد 4. پس حل آن را چنین می نویسیم. 1 تا 4 برش دارد با پارچه 2 و 6 که آن موافقاً برابر است به عددهای یا اینکه پارچه از 2 تا عدد 4. این بود تعریف یکم. اناکنون تعریف دویم را نیز همراه شما دیده می برایم. در تعریف دویم چنین آمده است: مجموعه که از آن الیمنت های به مجموعه A و B تعلق داشته عبارت است، همجای شوی این مجموعه نامیده می شود. همجای شوی مجموعه ها را چنین اشاره می کنند: A همجای است با مجموعه B. این را با مثال اجرا نمودن کلای است. مثالی در بالا بوده را استفاده برده، ما پارچه از 1 تا 4 را با پارچه از 2 تا 6 همجای می کنیم. آن را چنین قید می کنیم. وقتی که از 1 تا 4 را و از 2 تا 6 را هنگام همجای نمودن، این خیلی آسان است فهمیدنش، یعنی که تقریبی این عدد از 1 تا 6 می باشد، اون رو 1
ва шаш менависем ки аввали порча ба як ва охири порча ба адади шаш баробар аст. Барои он ки ин мавзӯъро пурра фаҳмида гирем, мо бо воситаи мисолҳо нишон медиҳем. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст. Маҷмуаро дар хатти рости координатӣ тасвир кунед. Ва мо порча дода шудааст. Порчаро дар маҷмуи хатти квадратӣ бояд нишон дод. Яъне чӣ хеле ки аз инҷо пай бурдед, порча бо охирҳои минуси 2 ва 3 дода шудааст ки мо дар хатти рост онро қайд менамоем. Аввали порча ба адади минуси 2 баробар аст. Вақте ки дар бораи порча гап меравад, пас мо нуқтачиро пурра мекунем ва 3 дар инҷо қайд менамоем. Азбас ки порча аз минуси 2 то 3 тағйир меёбад, пас мо маҷмуои аз минуси 2 то 3-ро қайд менамоем. Агар як қадам, қадами аз минуси 2 то 3 як қадам бошад, пас минус 1, 0, 1, 2, 3 маҷмуи ҳолҳои ин нобаробариро қонеъ месозад. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст. Маҷмуъро дар хатти рости координатӣ тасвир намоед. Мисоли дуюмро менависем ва ба мо дода шудааст минуси беохир то 3. Ин нури адади ҳисобида мешавад ки он тағйир меёбад аз минуси беохир то 3. Инро дар тири координатӣ мо тасвир мекунем. Ҳал мекунем, як бор дар инҷо нишон медиҳем. Бигзор тири адади ба х баробар бошад. Азбаски минуси беохир аз тарафи чап сар мешавад, онро аз тарафи чап мегузорем ва нуқтаи 3 бошад дар тарафи рост воқеъ аст. Пас нуқтаи 3-ро пурра намуда маҷмуъро чунин ифода менамоем ки мегӯянд ки порча ён ки нур дар инҷо тасвир карда шудааст. Онро бо воситаи забони математикӣ х хурд аз 3 ё баробарро навиштан мумкин аст. Мисоли сеюмро нишон медиҳем. Дар мисоли сеюм чунин омадааст. Маҷмуъро дар хатти рости координатӣ тасвир кунед. Маҷмуъ тағйир меёбад аз адади 2 то плюси беохир ки дар инҷо адади 2 тааллуқ надорад. Ҳал мекунем. Тири ададиро нишон медиҳем. Адади 2 дар инҷо дохил намешавад, пас дар инҷо даврачии холиро инъикос мекунем ва адади аз 2 то плюси беохирро нишон медиҳем. Пас маҷмуи ҳалли ин нобаробарӣ ёне ки мо ҳалли ин нобаробариро бо таври геометрӣ тасвир намудем ки бо таври забони математикӣ х калон аз адади 2 мебошад. Мисоли чорумро дида мебароем. Дар шарти мисоли чорум чунин омадааст. Дар хатти рости координативӣ маҷмуаи ададҳоеро ки онҳо нобаробарии х калон аз минуси 2 ва х хурд аз 3 мебошад тасвир намоед. Так, нобаробари зерин дода шудааст. А х калон ё баробари минуси 2 ба х хурд аз 3. Ин нобаробариро дар тири координатӣ тасвир мекунем. Ҳал менависем ва дар поён иҷро мекунем. Тири ададиро месозем ва ин нуқтаҳоро дар ин тир нишон медиҳем. Дар инҷо адади минуси 2 ба мо дода шудааст. Дар инҷо аломати баробар ки ҷой дорад, онро мо пурра мекунем. Минуси 2 х калон аз минуси 2 аст, пас ин ҳама он қиматҳое ки аз минуси 2 калон аст қайд менамоем. Пас маҷмуи ҳолҳои ин нобаробарӣ аз адади минуси 2 оғоз ёфта то плюси беохир давом медиҳад. Минуси 2 оғоз ёфта то плюси беохир давом медиҳад. Анакун Бро ҳамроҳи шумо дида мебароем.
در شرط مثال B باشد X خورد دستی است باز تیر عددی را تفسیر میکنیم و در این تیر عددی عددی 3 را قید مینماییم که در اینجا علامت برابر نیست پس آن را با دورچه خالی نشان میدیم در اینجا عددی 3 است از بس که X خورد دستی میباشد پس از مینوسی به آخر تا عددی 3 این نابرابری تغییر مییابد و حل آن را چنین قید کردن ممکن است x تعلق دارد از مینوسی به آخر تا عددی 3 میباشد مثال پنجم را دیده میبرویم در شرط مثال پنجم چنین آمده است خط راستی کوردیناتیوی همجاشوی مجموعه ها را یابید و آن را تصویر نمایید این شرط مثال پنجم به حساب میرود یعنی با ما نابرابری های زیرین داده شدهاند پارچه اول برابر است به مینوس 6 0 و پارچه دیگر باشد برابر است به مینوس 2 و عدد 4 در این مثال طلب کرده می شود که همجای شوی مجموعه ها را باید یافت یعنی اگر این مجموعه را با A اشاره کنیم و این مجموعه را با B اشاره کنیم پس به ما طلب کرده می شود که A با B باید همجای شویش را یابیم این را با واسطه تیر عددی تصویر کرده می یابیم تیر عددی را تصویر می کنیم در اینجا از مینوس 6 تا 0 عدد داده شده است قید می کنیم بگذار در اینجا مینوس 6 و 0 داده شده باشد پس از مینوس 2 از مینوس 2 سر میکنیم که در اینجا واقع است تا عدد 4 را دوام میدهیم و در اینجا هنگامی از پایان شتریخ کردن ما گفته میتونیم که بو هم در اینجا هم بوریش را پیدا کردن ممکن است هم همجای شویش را پیدا ممکن است اگر در این مسئله طلب کرده شود که بوریش دو مجموع یافته شود پس بوریش دو مجموع از مینوس 2 تا 0 می باشد که این را ما با طور زیرین انعکاس می کنیم یعنی برای مسئله داده شده با ما طلب کرده می شود که پارچه های از مینوس 6 تا 0 را باید با پارچه ای از مینوس 2 تا 4 همجای کنیم که این برابر می شود از مینوس 6 تا عدد 4 که این جواب این مثال به حساب می رود برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله ها سپرده می شود که آنها را باید اجرا نمود با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید خیر تا درس آینده موفق باشید